بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر علی صدارت در آمریکا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت. سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید. شاید همطوری که بینندگان عزیز خاطرتون باشه، با آقای دکتر در رابطه با این سند اساسی برای دوران گذار که توسط آقای منصر به بخش از دوستانشون تعیین شده، در خدمت آقای دکتر به مرور اصول این سند دوران گذار پرداخته بودیم و این اصول رو خوندن و توضیح دادن. آقای دکتر، با پوزش از اینکه خود دیر شد، می‌خواستم خواهش کنم که اگه میشه ادامه بفرمایید. بله حتما، اندکی این مثنوی تأخیر شد. خوشحالم که در خدمت شما هستم، هموطنان عزیز، همزبانان عزیز. بله، این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران در 8 صفحه بیشتر نیست، 51 اصل، 8 بخش داره که این 8 بخش و سند 8 بخش داره که با هم دیگه مرور کردیم. حقوق اساسی شماره 2، بخش 2، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، 3، شورای عالی قضایی موقت، 4، هیئت حقیقت‌یاب و صلح همگانی، 5، حکومت دوران گذار یعنی قوه مجریه، 6، زبان و خط و پرچم و سرود، 7، نیروهای انتظامی امنیتی نظامی، حالا 8 هستیم، شورای رسانه‌های ملی دوران گذار. حالا در واقع این 8 قسمت حاکی از آنچه که کشور لازم داره در بین این دولتی که به اسم جمهوری، مثلا جمهوری مسجد اسلامی سرکاره، دولت ولایت مطلقه فقیه، تا وقتی که به اصطلاح یک دولت دائمی و پایدار با انتخاب مردم، با رأی همگانی و رفراندوم در مورد قانون اساسی این میادش رو کار. خب در اون مدت گذار که امیدواریم کوتاه باشه، 8 ماه، 10 ماه، 1 سال، 1.5 سال باشه، اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این سند پیشنهادی است به مردم ایران. در اون کتاب هم که شما فرمودید، آنچه که قبلا عرض کردم خدمت مخاطبین این برنامه، به عنوان یک پادزهری برای استراب ها و نگرانی های هموطنان عزیز، برای اینه که اگر که اینا برن چطور خواهد شد. حالا اون چطور خواهد شد، یه دولت میخواد دیگه، یه دولت به عنوان مجموعه گرداننده کشور، یه دولت میخواد کشور دیگه. دولت دائمی در این قانون اساسی که در این کتاب پیشنهاد شده به هموطنان عزیز، 4 شاخه داره: شاخه مجریه، شاخه مقننه، شاخه قضایی، آنچه که مرسومه در دولت‌های معمولی اکثر جاهای دنیا. ولی با توجه به نقشی که رسانه‌ها پیدا کردن در افکار عمومی، در تمدن‌ها، شاخه رسانه‌های همگانی هم وجود داره و در واقع آنچه که دولت یعنی مالیات‌ها و پول مردم خرجش رو میده، اون توسط یک عده که انتخابی هستن، توسط رأی مستقیم از مردم انتخاب میشن، اونا میان اداره میکنن و عرض شود که تصدی میکنن برای یک مدت محدود و پاسخگو هستن به مردم. حالا در با الهام از همون شاخه 4 برای این دوران گذار هم، که البته جاش هم خالی بود اگر که چنین چیزی رو بهش رسیدگی نمیشد، قسمت بعدی این سند هست که اصل 46، شورای رسانه های ملی دوران گذار. حالا میخونم اصل 46: رسانه های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی بیشتر صرف مخشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات در 4 دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بودن. اما همین رسانه ها هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک که آنها متعلق
به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند به کارگیری حقوقمند این ثروت‌های ملی در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم سالاری نقش حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تعیین می‌شود. یعنی باز دوباره با تأکید که این یک دستگاه سانسور نیست که بیاد چه می‌دونم توییتر و اینترنت و فیسبوک و ایمیل ها رو اینا همه رو دست خودش بگیره. آنچه که مربوط به مردم عادی هست، چه اونایی که فردیان، چه احزابن، چه گروه ها و تشکیلات مختلف هستن، اونا میتونن رسانه های خودشون رو داشته باشن. ولی آنچه که این دستگاه عریض و طویل عظیمی که این رژیم لازم دیده واسه مخشویی و با بودجه های دولتی با پول مردم در واقع اداره میشه، بایستی که در اختیار مردم قرار بگیره و در دوران گذار به این ترتیبی که براتون اصل 46 میخونم، اصل 47 رو میخونم سریع. برای توانا شدن رسانه ها به انجام این وظایف، شورای رسانه های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه های مختلفی که با بودجه دولت اداره میشوند تشکیل خواهد شد. اصل 48 هدف ها و سیاست های راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد عبارتند از: 1. فراهم آوردن امکان های لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و هنرها و داده ها و اطلاع ها و خبرها و نظرها. شماره 2. الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همانطور که رویداده است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد الغای ترس ها در مردم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ به سوی این یا آن نامزد در انتخابات و یا به قصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایع پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت به هر شکل از اشکال. پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت تغییر از بالا. بنابراین الغای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در شهروندان. پرهیز از تبلیغ به سوی شرکت‌های فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه بر این اقتصاد هستند. اینا توضیح واقعا نداره، بسیار واضح جامع هست. سعی شده که تمام چیزهایی که متاسفانه دیده میشه در رسانه‌های نه فقط مال ولایت فقیه بلکه در تمام دنیا، آنچه که در دست قدرت هست و برای به قول معروف حفظ نظام از اوجب واجبات است دیگه، آقای خامنه‌ای میگه. ولی خب در غرب هم آنچه که ولایت مطلقه داره بر غرب، سیستم به اصطلاح سرمایه‌داری، اونم ولایت مطلقه داره بر جان و مال و ناموس مردم، که این رسانه‌های چند ملیتی، شبکه‌های چندین میلیارد دلاری دقیقاً همین کارا رو میکنه که اینجا توضیح دادم. و شماره بعدی رو میکنم: 3. فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنجگانه. این بسیار مهمه. الان حقوق شده یک مسئله مهم روز که در سراسر دنیا داره بهش رسیدگی میشه. الان ببینید، در عراق جنبش هست، در لبنان جنبش هست. ما این بحثا رو از ماه جولای شروع کردیم. کلی فرق کرده دنیا از اون موقع تا حالا، و هرچی هم که فرق کرده، آنچه که در سودان اتفاق افتاد، آنچه در الجزایر اتفاق افتاد، آنچه که در لبنان و در عراق در اتفاق میفته، یعنی اینا همش در واقع یه شکلی داره که افکار عمومی به همدیگه پیوسته هستن از راه رسانه ها. گفت عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. و در واقع در شیلی هم جنبش مردم شروع شده، جنبش اعتراضی مردم. بله، یعنی در واقع چیزی که میخوام بگم، بعد از گذار از این رژیم، چیزی که لازم هست که الان در شبکه بندی های اجتماعی تو تمام اینا جاهایی که عرض کردم اتفاق داره میفته، و
دارن از این چیزهایی که به اصطلاح ما رو شرکت‌های غربی هست مثل توییتر و فیسبوک و اینجور چیزا هست استفاده میکنن. ولی اون چیزی که مردم پولشو میدن، خرجشو میدن از راه مالیات و غیره و زالج، اونو در واقع بر ضد خود مردم داره استفاده میکنه و این رژیم، و البته درست باید عکسش باشه. و به این دلایل که عرض کردم این قسمت از این سند حقوقی دوران گذار بسیار از دید من مهمه، و با این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم و ادامه میدم شماره چه در گفتگوهای پیشینی که در زمینه همین رسانه‌های داخلی داشتیم و این عنوان رکن چهارم، یه نکته بسیار اساسی که اشاره کرده بودین در تایید و تکمیل فرمایش شما این است که حتی در جوامع به اصطلاح دموکراتیک در غرب، دموکراسی‌های غربی، باز هم این مراکز قدرت هستن که رسانه‌های عمومی رو به طور عمده در دست دارن و از این طریق به اصطلاح فکرای جمعی جبار القا می‌کنن به جامعه. درسته؟ کاملا درسته. یه تصحیح بکنم، رکن چهارم دموکراسی رو خیلی قبل هم گفتن که رسانه ها هستن، ولی آنچه که منظور نظر این کتاب هست شاخه چهارم دولت هست مشخصا. رکن دموکراسی رو در جاهای مختلف پیشنهاد شده، صحبت شده، در حتی زمان مشروطیت هم یک همچین چیزایی صحبت میشد ازش، ولی این تو این کتاب پیشنهادی که شده شاخه چهارم دولت هست. یعنی همون جور که عرض کردم شاخه یا قوه مقننه داریم، قضاییه داریم، مجریه داریم، این به این سه تا خط نمیشه با توضیحاتی که دادم در الان چند دقیقه پیش و در جلسات قبل در مورد شاخه چهارم دولت به یک به اصطلاح شاخه مستقل خودش با بله تبدیل شد. و اون فکر جمعی جبار رو که فرمودید، این لفظ خیلی قشنگی است که در واقع اون رسانه‌های قدرت پیشه، فرق نمی‌کنه که اون قدرت آقای خامنه‌ای باشه یا آقای پوتین باشه یا آقای نتانیاهو باشه یا آقای ترامپ باشه یا حتی CNN باشه که مخالف ترامپه، اینا قدرت رو نمایندگی می‌کنن و متصدیان و گردانندگان این شبکه‌ها از طرف مردم انتخاب نمی‌شن، از طرف قدرتمندان، قدرتمداران، زورمداران بهتره بگیم، انتخاب میشن و به اونا پاسخگو هستن، به مردم پاسخگو نیستن. و آنچه که به مردم پاسخگو هست، آنچه که آرزوی ماست، شاخه چهارم دولته که در واقع فکر جمعی درست میکنه، فکر جمعی جبار، نه فکر جمعی مختار درست میکنه، درست مقابل فکر جمعی جبار، به این ترتیب که اختیار خودانگیختگی رو نشون میده به مردم به عنوان یک حق حیاتی در ذات بشریت، جزء حقوق ذاتی بشر، استقلال و آزادی، اون مختاری، خودانگیختگی و اون ایجاد فکر جمعی مختار هستش با این هدف. در واقع اگه بخوام در یک جمله خلاصش کنیم در جواب فرمایش شما، شماره 4 رو فکر کنم نخوندم، میگه فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگزار کردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و مطالب و منطقه‌ای و جهانی. آقای خدا رحمتش کنه دکتر سامی گفتش که مصدق رو به ملی شدن نفت ازش یاد میکنیم در میهنمون ایران، و بنی صدر رو از به اصطلاح پیشنهاد بحث‌های آزاد در کشورمون ازش یاد خواهد شد. بله. خدا رحمت کنه اون شهید این قتل‌های سیاسی که زنجیروار انجام شدن، و حرف بسیار درستی زد. و تا موقعی که این بحث‌های آزاد در تلویزیونی که متاسفانه به قدرت و آقای خمینی پاسخگو بود و متاسفانه گرداننده‌ش هم فدای همون قدرت شد، قربانی همون قدرت شد، این تا موقعی که بحث‌های آزاد اجازه داشت میزان خشونت در جامعه بسیار پایین‌تر بود. امیدواریم که دوباره چنین امکانی در اختیار میهن ما قرار بگیره. آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در به کار انداختن استعداد خلاقه
و دیگر استعدادهای شهروندان. شماره 6، رسانه‌های ملی نمی‌توانند در اختیار سیاست‌های گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرار گیرند. در عوض شماره 7، رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکان‌های اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دهند. تلیز امکان نقد نظر و عمل مقام های آنها را از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد برای همگان فراهم آورد. باز دوباره میبینید که این در واقع اون نقشی که رسانه های واقعا همگانی، رسانه هایی که مال مردم هستن، رسانه هایی که باید در اختیار مردم باشن، درست مثل این میمونه که شما فرض بکنید که توی یک استادیوم در یک ورزشگاه مثلا آزادی میان فوتبال بازی میکنن، اون وسط بازیکن‌ها اون وسط دارن بازی میکنن و مردم هم دور تا دور نشستن و تماشا میکنن، کوچکترین حرکاتشون تحت کنترل و تحت نظارت مردم هست. دولت باید در واقع این شکلی باشه. دولت باید یه وسایلی فراهم باشه برای مردم که بتونن کاملا درست مثل مثلا زمین فوتبال دوباره مثل اون بازیکن‌ها، اون بازی که دولت داره اون وسط میکنه رو تحت نظارت کامل مردم باشه با این بودجه‌ای که در واقع پول خود مردم هستش. بله. آنچه من اسمشو توی البته پان اپتیکانیسم بهش میگفتن، عکسشو، عکسش به چه ترتیب یه زندانهایی درست کرده بودن که گرد مثل یه سیلند مثل یک استوانه بود و اون وسط یه برجی بود و تمام این سلولها که این دور بودن رو اون برج کنترل نمی‌کرد. ولی من فکر میکنم که این باید درست برعکس باشه که اسمش هم هست پان اپتیکانیسم واژگونه، یعنی درست برعکس، به جای که اون برج کنترل زندانیان رو ببینه، حالا زندانی هم دولت هم همینه، دولت رژیم ولایت فقیه هم این همون میمونه، فرق نمیکنه، ولی در آزادی، در استقلال، در مردم سالاری زندانی نیست، ولی دولت اون وسط کاملا اوریان، کاملا شفاف در به اصطلاح مورد قضاوت و پاسخگویی مردم هستش. شماره عرض کنم که 8، مسئولین رسانه‌های ملی و نیز شورای قضایی آزاد حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کند. هر شود که به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد درباره عقدهای واقع جز در مواردی که در اصل 16 استناد شده است در این سند، خبرنگار و روزنامه‌نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری کرد در زمینه فعالیت‌های حرفه‌ایش. در مورد شناسایی منبع خبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مسئولیت کامل قضایی در صورت حکم قضایی موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایست نام منبع را علنی کند و را در اختیار شاکی قرار دهد. در صورت به خطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضاییه از طریق حکومت موظف به حفاظت از جان وی می باشد. اصل بعدی، اصل 49 رو، وقتمون متاسفانه به پایان میرسه. وظایف شورای رسانه‌های ملی در دوران گذار عبارتند از نظارت بر کار رسانه‌های ملی برای پیشبرد سیاست‌ها و هدف‌های اصل 48. رسانه ملی رو من به تاکید میگم که اونایی هستش که مربوط به که بودجهشو به اصطلاح دولت میده، یعنی پولشو بودجهشو مال مردم هست که بهش پرداخته میشه، در نتیجه متعلق به مردم هست. اصل 49 ادامه میدم. شماره 2 از این است، تعیین مسئولان رسانه‌های ملی دوران گذار. اگر عضوی از شورای رسانه‌های ملی دوران گذار مسئولیت اداره یکی از رسانه‌ها خصوصی به غیر از صفحه‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی رو بر عهده گیرد، عضویت خود را در این شورا از دست می‌دهد. شماره 3، رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه‌ها یا با وظایف آن. شماره 4، این شورا در اولین جلسه با تعیین هیئت رئیسه خود به کار تدوین آیین‌نامه داخلی خود می‌پردازد. آیین‌نامه داخلی خود، قانون
این مجلس، این شورا قانون مقننه نیست. این فقط شما فقط تصور بکنید که متصدیان این دستگاه رسانه‌ای که انواع اقسام رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون، نمیدونم چیزای شبکه و چیزای دیگه دارن، چون پولشو مردم میدن باید تحت کنترل مردم باشه، سیاست گذاریشو به این ترتیب که عرض کردم مدیریت میشه. اصل 50 اعضای شورای رسانه‌ای رسانه‌های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران برای انجام وظایف برشمرده در دو اصل 47 و 48 تعیین می‌کند. تعداد اعضای این شورا بین 9 تا 15 نفر خواهد بود. اعضای برگزیده باید از صلاحیت‌های لازم برای تصدی وظایف خود برخوردار باشند، از جمله صلاحیت‌های اخلاقی و علمی و فنی، توانایی مدیریت، برنامه‌گذاری‌های ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم 1/3 اعضای این شورا را بایستی که زنا تشکیل بدن. این خانم ها شیر زنان دلیر ایران که نقش بسیار مهمی دارن در این تحول، در از گذار به ولایت مطلقه فقیه، از استبداد مردم سالاری، قطعا در مدیریت در به اصطلاح این دوران گذار رو به سلامتی به دوران غیر موقت راهنمایی کردن بایستی که نقش داشته باشه. هیچ یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمیتوانند عضو شورای رسانه‌های ملی دوران گذار باشند. اصل 51، حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای ملی رسانه‌های انتقال حاکمیت به مردم میرسد در اختیارش بگذارد. خب ما حدود 2-3-4 دقیقه دیگه مثل که وقت داریم با ساعتی که من اینجا دارم. ببینید این الان برگردم به مسئله رسانه‌ای. مسئله اینه که افکار عمومی، فکرها، نظرها، خبرها، اندیشه ها با هم بتونن در تماس باشن. دلیل موفق بودن انقلاب ایران، میشل فوکو در تعجب بود اصلا و اندیشمندان دیگه غرب، اونایی که به قدرت پیشه نبودن و نیستن، در تعجب بودن که آخه چطور بدونه قدرت خارجی، چطور بدون یک حزب مسلح، بدون یک میلیشیا مردم تونستن به اصطلاح این جزیره ثبات به قول آقای کارتر چند ماه قبل از انقلاب رو براندازن و به این ترتیب. و اون به اصطلاح پیامی که انقلاب داشت در پاریس ارائه شد به مردم دنیا یک میثاقی بود که متاسفانه عمل نشد توسط آقای خمینی. ولی چیزی که میخوام بگم این به صورت زبان به گوش در مردم ایران پخش میشد. اون موقع حتی ماشین فکس هم نداشتیم اگه یادتون باشه. بله بله. و از این استنسیلای به اصطلاح سیلندرا و اینجور چیزا بود و با شبنامه و خبرنامه و اینجور چیزا. ولی الان فرق کرده دنیا. الان یه دکمه شما رو کامپیوتر میزنید در سراسر دنیا، اونایی که علاقمند باشن میتونن که در دسترسشون باشه. یک اپ دیگه هم هستش توی این رسانه ها به دلیل اینه که در عراق، در مثلا حتی در هند، در کشمیر، اولین کاری که قدرت مداران کردن اینترنت رو قطع کردن. این اپی که عرض میکنم فایر چت اسمشه، فایر چت، که در واقع تلفن های همراه و حتی اگر که سیستم اینترنت کاملا قطع باشه، سیستم تلفن هم کاملا قطع باشه، تلفن هایی رو که در یک دایره خاصی هستن از نظر بعد مسافت نسبت به هم دیگه، به هم دیگه وصل میکنه. و اگر که در دوران گذار این رژیم خفقان تصمیم گرفت که این شبکه بندی های اجتماعی که در اختیار هست رو، چون کنترلش سانسورش دست اون نیست، ولی میتونه اینترنت رو قطع بکنه که تلگرام و واتساپ و عرض کنم که فیسبوک و غیر و زاله که اینستاگرام اینا در اختیار نباشه، این فایر چت چیز بدی نیست که جوانان عزیز، بقیه جوان و پیر نداره، بتونن اون از حالا امتحان بکنن، استفاده بکنن. برای اون چیزی که در عراق، در لبنان دیدیم که بدون حزب، بدون دسته، بدون رئیس، بدون مرعوس، تونسته آقای به اصطلاح نخست وزیر عراق که گفتم استعفا میدم، ندیدم استعفا داد یا نه، ولی مال لبنان استعفا داد رو، فقط با همین رسانه ها بودش که مردم تونستن مدیریت بکنن. آقای دکتر متاسفانه وقت ما رو پایان است. می‌خواستم خواهش کنم که اگه میشه خیلی کوتاه ببندیم این مثلا.
بله عرایض من تموم شد. یه یادآوری هم بکنم، آقای دوست عزیزم جهانگیر گلزار این کتاب رو به صورت یک کتاب شفاهی در اینترنت در اختیار هموطنان عزیز گذاشتن. از این وقتی که به من داده شد خیلی ممنون هستم که به صورت تصویری هم در خدمت هموطنان عزیز باشم. در حدود 2 ماه قبل از ماه آگست منم شروع کردم یک به یک این اصلهای این به اصطلاح سند رو به صورت ویدیویی ضبط کردم، ولی پخش نکردم. منتظر بودم که این برنامه با شما تموم بشه که پخش خواهم کرد در یوتیوب خودم. به اندازه کافی به شکل‌های مختلف در اختیار شما هموطنان عزیز هست که ترس‌ها را بزدایید و در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر لذت و شعف و شور و خوشحالی و لذت ساختن سرنوشت‌های بهتر رو شریک بشید با سایر هموطنان. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین، زحمتی که میکشین. من دیگه بیش از این مزاحم شما نمیشم و شما رو به خداوند بزرگ. خیلی ممنونم از لطفتون. شبتون بخیر. اوقات شما هم خوش بود.